بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بیننده های نهایت محترم و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش هستیم که باز هم به یکی از برنامه های تاریخ و نهضت و خاطرات نهضت اسلامی در خدمت شما هستیم. استاد محترم با ما هستند، خوشبختانه محترم استاد پیرزاده صاحب. با استاد پیرزاده صاحب خوش آمدید میگیم. لطفا. استاد عزیز، در رابطه با تاریخ در برنامه قبلی صحبت داشتیم. اگر بیایم به اینکه دو نام بیشتر روی زبان هاست به حیث مؤسس نهضت اسلامی در افغانستان، پوهان غلام محمد نیازی و استاد عبدالرحیم نیازی، نظر شما و تحقیقی که در این مورد کردین در این مورد چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که در برنامه قبلی خدمتتان عرض کردیم، این دو نظریه وجود داره. بعضی از برادرها مؤسس و بنیانگذار نهضت اسلامی افغانستان شهید غلام محمد نیازی، پوهان غلام محمد نیازی مؤسسش میدن، و بعضی برادرهای دیگه میگن نه، این رد میکنن و عبدالرحیم نیازی را میگن مؤسس نهضت است. این دو نظریه وجود داره. ما مطالعاتی که کردیم، تحقیقاتی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که اگر آدم اینطور یک نظریه را بکنه که غلام محمد نیازی هیچ نقش نداشته، این هم یک ظلم از حق غلام محمد نیازی، مرحوم غلام محمد نیازی. و اگه اینطور بگه که 100% نهضت عبدالرحیم نیازی چیز کرده، این هم مبالغ است. این برادران همه ایشان خواهی نخواهی در ایجاد نهضت نقش داشتن، فعال بودن، هم مرحوم غلام محمد نیازی هم عبدالرحیم نیازی، هر دویشان. ولی نظریات برادران متفاوت است. برادران جمعیت میگن نه، مرحوم غلام محمد نیازی اساس گذار و بنیانگذار نهضت اسلامی بوده. برادران حزب اسلامی میگن که غلام محمد نیازی نقش داشته، از نقشش انکار نمیکنن، ولی میگن که در تشکیلات به صورت رسمی و خاطر که موقعیت امو سیاسی جده وقت، مثل که قبلا هم شما در برنامه قبلی یادآوری کردیم، مشکلاتی که وجود داشت از طرف دولت و از طرف حلقه‌های بیرونی، موقعیت و مقام غلام محمد نیازی اجازه از ایره نمیداد که او باعث رهبر و یا مرشد عام نهضت به صورت واضح و آشکارا کار بکنه. در این البته هیچ شکی نیست که در حمایت از نهضت، در بیرون از نهضت، در قسمتی که از نظر فکری در تغذیه نهضت، پوهان غلام محمد نیازی نقش فعال داشته. اما کسایی که فعال بودن، همین تشکیلات جور کردن، به وجود آوردن، تأسیس کردن، اینا همین 12 نفری است که حزب اسلامی اداره، برادرای حزب اسلامی ادامه کنه. ما به این نتیجه رسیدیم که اینا نقششان بیشتر بوده در به وجود آوردن نهضت، در فعالیت نهضت. ولی نقش مرحوم غلام محمد نیازی را ما نمیتونیم منکر شیم به هیچ وجه. حتما فکری از او تاثیر داشته، حتما در این چیز بوده. یکی از جریاناتی که تقریبا قبل از یک چیز، به خاطر امی که موضوع خوبتر روشن شوه، کمونستا در تبلیغاتی که میکردن یک فیلم را در تالار 15 پلی‌تکنیک، حالا به نام پانتونی پلی‌تکنیک یاد میشه، به نمایش گذاشتن به نام فیلم بی خدایی، که در اون فیلم تبلیغ میشه که خداوند وجود نداره. و در اون یک استاد روسی را یادآوری میکنن که به نام گوسپین اسمش بود، و این نقش بسیار عمده داشت.
ای برامان شهید در وقت صنف، وقتی که موضوع درسی می باشه، به این چیز اعتراض میکنه. در وقت نمایش فیلم هم اعتراض میشه و در به این استاد هم اعتراضات صورت میگیره از طرف ای برامان شهید. بالاخره ای برامان شهید ای استاد مشاجره صورت میگیره. در نتیجه مشاجره باعث چیزی میشه که استاد روسی تقاضا کنه که انجینر سبیح الرحمن اخراج شه. و از صنف هم اخراج شه و از فاکولته هم اخراج شه. و بالاخره این کار صورت میگیره. چون کمونستا دست بالایی داشتن در دولت، چیز داشتن اینا، انجینر سبیح الرحمن اخراج میشه. و ما شاهدان عینی قصه کردن، حکایت کردن که وقتی که انجینر سبیح الرحمن از چیز فاکولته پلی‌تکنیک اخراج شد، ما در این فکر بودیم که چطور بتانیم دوباره پس کار بکنیم که انجینر سبیح دوباره شامل فاکولته شود. یه وقت کسی بود به نام پوان ستار سیرت که فعلا فکر کنم زنده است، یاد داره، او وزیر عدلی وقت بود. باز جمعی از برادرها به ما حکایت کردن، گفتن ما رفتیم پیش چیز، پیش ستار سیرت که اگر تو کدام کار کرده بتانی. ستار سیرت هم اگر شامل نهضت نبود، ولی از جمع مسلمان ها بود، از جمع افراد بود که به نفع اسلام تبلیغ میکرد، کار میکرد. باز میگه اینا به ما وقت دادن و تماس تلفنی گرفتن برای مقامات وقت، و این باعث شد که انجینر سبیح الرحمن دوباره چی شود، شامل فاکولته شود، شامل پانزه شود. این نشاندهنده عزیز که در این کار میگه پان غلام احمد نیازی نقش داشته، این کسی که باعث شده بود که ما در ویجا برم. چرا ستار سیرت برادرها را نمیشناخت، داشتن این چیز نداشتن. به اثر معرفی مرحوم غلام احمد نیازی جیران صورت گرفته بود. این خودش نشانگر عزیز که خواهی نخواهی پاند غلام احمد نیازی نقش در چیز نهضت داشته. حالا چی به شکل مستقیم بوده، چی به شکل غیر مستقیم بوده، نقش داشته، نقش بنیادی داشته به نظرم. ما چیزی که از جناب حکمتیار صاحب در امین نوشتاش دیدیم، اونا به این هم قائل نیستن که استاد عبدالرحیم نیازی مؤسس است. اونا میگن که امی به گفته خودشان 12 تنی که بودن، ما یک مجلس داشتیم، یعنی او را مؤسس نمیدانن. من خدمت شما عرض کردم که بله، اینجا است در کتاب نهضت اسلامی هم ذکر کردیم که چیز در تأسیس نهضت 12 نفر سهم داشته که از جمله انجینر سبیح حکمتیار است، انجینر سبیح الرحمن شهید است، مولوی سبیح الرحمن است، استاد غلام ربانی عتیش است، استاد گل محمد است و برادرای دیگه از اسمایشان اینجا ما یادداشت کردیم. عبدالقادر توانا، آقای قادر توانا، سید عبدالرحمن است، استاد عبدالحبیب است و خواجه محفوظ منصور است که البته ایه اول نبوده، بعدا باز چی شده. نصرت‌یار شهید است. اینا همه سهم داشتن. امی تشکیلات را که به وجود آوردن به نام جوانان مسلمان، امی افراد به وجود آوردن. در اینجا استاد ربانی نبودن. در این مجلس که میگن در یکی از صنفای یکی از فاکولته‌های پانتون کابل دایر شده بوده و اولین دفعه نام نهضت اعلان کردن به نام جوانان مسلمان در 14 عمل سال 1348، اینمی افراد شرکت داشته. در این استاد ربانی هم شرکت نداشته و غلام محمد نیازی هم شرکت نداشته. عبدالرحیم نیازی بوده و انجینر سبیح الرحمن بوده و می چند نفر که جمع 12 نفر میشن. یعنی اینا رسما یک تشکیلات را به وجود آوردن و یک شبنامه پخش کردن که در او موضع خود اعلام کردن که ما چی میخواییم. اعلان شده در این جلسه چیز نبوده، نه استاد برانالدین ربانی شهید بوده. انجینر سبیح الرحمن در مصاحبه خود سریع گفته که ما وقتی که امی جریان را به وجود آوردیم با همه برادرها صحبت کردیم، رفتیم با بزرگا صحبت کردیم، با حضرت سب صحبت کردیم، با استاد ربانی صحبت کردیم. تو وقت استاد ربانی گفته یک دفعه که ما رفتیم در شفاخانه در علی‌آباد، بستری بود، مریض بود، اونا گفت ما شما را تایید میکنیم.
ولی مستقیما در چیز شما شامل نمی باشند، در تشکیلاتی که شما به وجود آوردین. البته این گفته های برادر ما انجینر صاحب حکمتیار است. باز مصاحبه هایی که با انجینر صاحب با شهید استاد برهان‌الدین ربانی داشتم، او عکس قضیه را می گفت. او می گفت نه، ما بودیم، ما پشت سر چیز بودیم، پشت به اصطلاح پرده بودیم، پشت جوان بودیم، یعنی گرداننده اصلی بگفت ما بودیم. این جوان های مسلمان علنی بودن، علنی اینا کار میکردن، پشت پرده ما کار میکنیم. تقریبا در آخرین مصاحبه چندین بار همراهش مصاحبه داشتم، یک بارم که در سال 80 در کابل همراهش مصاحبه داشتم، همین موضوع رو تکرار کردن بازم. میگفت گرداننده اصلی ما بودیم، اینا جوان ها بودن، علنی کار میکردن، پشت سر ما چیز اداره میکردیم. امی استاد شاداب یا مثلا انجینر صاحب استاد محمد جان احمدزی اینا، یا مثلا عامر صاحب احمد شای مسعود شهید، اینا در تأسیس و در مؤسسین و عامر صاحب، یا مثلا خود قاضی صاحب امین وقات، انجینر صاحب مسعود خود جمله مؤسسین نهضت نامه نبوده، او پسان آمده در نهضت، این واقعیت است. و البته فداکاری هایی که در نقشی که در نهضت داشته و در جهاد داشته، او قابل قدر است، بس جداگانه است. ما برش احترام دارم، برادر ما بوده، دوستش داریم، ولی در تأسیس نهضت اونا نقش نداشتن. قاضی صاحب امین و خادم بوده در چیز، ولی در بنیانگذاری نهضت به صورت مستقیم نقش نداشتن. ولی از جمله برادرای اولیه بوده، برادرها خیلی زیاد بودن در اون جمع، یعنی 12 نفر کسایی بوده که جمع شدن و بالاخره عضو هیئت رهبری از این تشکیلات رو تشکیل میدادن. اگر نه برادرای دیگه وجود داشتن که حالا نامشون بگیریم بسیار زیاد میشه. ولی قاضی صاحب شاداب در چندین سخنرانی ها و صحبت هاش که کرده، اونا از استاد احمد جان احمدزی نام میبرن، از او هم نام میبرن، از استاد وفیولای سمی شهید هم که داود خان رو شهید ساخت، داود خان کودتای سر شهید شد، از او نام میبرن، از قادر توانان نام میبرن، موسی توانان، از موسی توانان نام میبرن، از ایوب رحمان شهید نام میبرن، از انجینر عمر، از انجینر صاحب حکمتیار نام میبرن، از استاد سیاف نام میبرن. میگه اینا چیز داشت، شرکت نقش داشتن. و من قبلاً هم خدمت شما یادآوری کردم در برنامه قبلی هم که اون جلسه که دایر شد، در اون جلسه امی افراد بودن، در جلسه که در سال 1352 در خانه استاد ربانی تشکیل شد و نام جمعیت اسلامی رو گذاشتن. اما من نتیجه گیری من، استنباط من، دلایل هم که قبلاً راه کردم ایست که تشکیلات به صورت اساسی توسط امی افراد در سال 1348 به شکل علنیش تبارز کرده در 14 حمل. حالا شاید برادرها بوده باشن پشت سر اینا، رو حتما هیچ امکان نداره که اونا رو ما نقششون نادیده بگیریم، حتما نقش داشتن از لحاظ فکری، از لحاظ چون استاد بودن، بزرگ بودن دیگه، بزرگا بودن، اینا جوانا بودن، معلوماتشون کمتر بود، اونا معلومات بیشتر داشتن راجع به از حمایت از اونا حتما برخوردار بودن. چون خود انجینر صاحب حکمتیار هم یکی از ما حمایت میکردن، چیز هم استاد ربانی شهید، هم پوهاند غلام محمد نیازی. تشکر. یک وقفه کوتاه داریم دوستای عزیز، بعد از وقفه انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و بینندگان گرامی، باز هم خوش آمدین. برنامه تاریخ و خاطرات نهضت اسلامی هست و استاد محترم جناب پیرزاده صاحب با ما هستن. استاد، در رابطه به اختلاف اگر کمی صحبت بکنید، چی باعث شد که در بین نهضت تمی اختلافات به وجود بیاید و چه علت ها بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اختلافات که
از بعد به تشکیل نهضت وجود داشت، اما اختلافات بسیار ضعیف بود، اختلافات سلیقوی بود. اما بعد با مرور زمان بالاخره آهسته وقتی هر قدری که نهضت گسترش پیدا کرد، بزرگ شد، وسعت یافت، افراد بیشتری در نهضت چیز شد، جذب و جمع شدن و نهضت سرتاسری شد، افغانستان شمول شد، بازی اختلافات اوج گرفت، زیاد شد. در اوائل اختلافات به اون صورت خاص نبودی، در به شکل برازنده که کدام مشکل خاصی باشه. تنها مشکلی که بود این بود که بعضی از برادرها میگفتن ما تنها علیه کمونیست‌ها مبارزه کنیم در دهه دموکراسی، یعنی بیشتر فشار ما، فشار مبارزه نهضت اسلامی متوجه کمونیست‌ها باشه، در رابطه با دولت زیاد چیز نکنیم. دولت وقت البته که رژیم سلطنتی محمد ظاهر شاه بود، اینمی یک به شکل آدم میتونه به شکل اختلاف سلیقه ذکر کنه. یک دومی که بعضی از استادهایی که بودن در نهضت، مثلا استاد ربانی استاد بود، برای استاد ربانی از نظر سلیقوی یک ذره مشکل بود که مثلا انجینر صاحب بیرامان که هنوز فاکولته را خلاص نکرده بود و نقش برازنده و بزرگتر داشته باشه، یا انجینر صاحب حکمتیار که هنوز محصل بود، دانشجو بود. این اختلافات بود، البته اختلافات بسیار در سطح پایین و ضعیف کوچک در درون نهضت اختلافات سلیقوی موجود بود. اما بعد اختلافات وقتی اوج گرفت که در زمان داوود خان چی شد، کودتای داوود خان صورت گرفت و قیام های اسلامی صورت گرفت، سه چهار قیام صورت گرفت، در سال 53 صورت گرفت، در سال 52 صورت گرفت، در سال 54 صورت گرفت. این وقت اختلافات تشدید شد و همی اختلافات هم یک عامل عمدهشی بود که بعضی از برادرها در این فکر بودن که بعد از اینکه همی قیام ها، همی حرکت ها که حرکت های مسلحانه بود، همی قیام ها که صورت گرفت، بخصوص قیام سال 1354 که در چندین نقطه کشور صورت گرفت، برادرها بعضی برخی از برادرها بزرگای نهضت البته نظرشی بود که ما چیز کنیم، بیشتر کار فرهنگی کنیم و کوشش کنیم که زمینه تفاهم با رژیم فراهم کنیم، به خاطر که اگر ما این کار نکنیم نهضت اسلامی کلا در نطفه سرکوب میشه و از بین میره. یک تعداد برادرای دیگه هم میگفتن نه، رای وجود نداره، به خاطر که انجینر صاحب برامون شهید شده بود که از بزرگای نهضت بود و نقش بسیار تقریبا ستون فقرات نهضت داشت، میگفتی شهید شده و هر برادرای زیاد گرفتار شده بودن، زندانی شده بودن، تحت شکنجه قرار داشتن. اینا میگفتن نه، یگانه رایی که نهضت ادامه پیدا کنه رای مبارزه مسلحانه است، رای قرامیز است، ما باید رای قرامیز تخریب کنیم. همین مسئله باعث زیادی شد که اختلافات اوج بگیره. البته این بعد از سال 54 است که باز من قبلا خدمت شما عرض کردم که خاصه به همین آمد و چی شده این مسائل اینا. این اختلافات در اون وقت اوج گرفت، فقط سر دو موضوع. یکی که میگفتن باید ما با داوود تفاهم کنیم و کار فرنگی و سیاسی بیشتر صورت بگیره، و یکی دیگه میگفتن نه، باید ما کار قرامیز کنیم، از رای مسلحانه، از رای نظامی پیش بریم، اگر نرهیم نهضت از بین میره. این مثلا این دو موضوع با دو عامل باعث شده بود که اختلافات بین برادرها حتی در هم در خارج، هم در داخل، هم در بین برادرهایی که در زندان بودن به وجود بیه. بیشتر نام اخوان المسلمین گرفته می شد، کسایی که همی فعالیت های اسلامی را انجام می دادن و یا هم به زندان ها بالاخره رفتن به نام یا متهم شدن که اینها اعضای اخوان المسلمین هستند و اینا اخوانی ها هستند. و اینجا ما صحبت داریم به نام جوانان مسلمان، این قضیه را چگونه شما ارجابی میکنین؟ اونا خب متاسفانه نام از طرف کمونیست ها گذاشته شده بود، از طرف کسایی گذاشته شده بود که اونا دشمن های مسلمان ها بودن، دشمن های نهضت اسلامی بودن. هیچ وقت کسایی که در نهضت بود اونا خود
به نام اخوانی خودشان یاد نمیکردن و نه در بیان و به صورت شفاهی نه در کتبی، ولی نامایی بود که کمونیستا به خاطر از اینکه نهضت وابسته نشان بدن که این نهضت وابسته است به جانب از بیرون آمده، نهضت افغانی نیست. ما قبلا خدمت شما عرض کردم که نهضت یک نهضت سوچی افغانی بود، در افغانستان به وجود آمد، هیچ گونه ارتباطی وجود نداشت، ارتباط ارگانیک یا سازمان یافته که مثلا نهضت اسلامی جوانان مسلمان یا جمعیت اسلامی یا حزب اسلامی با سازمان جماعت اسلامی پاکستان داشته باشه یا با اخوان مسلمین مصر داشته باشه. البته از نظر فکری تحت تاثیرات قرار داشت، آثاری که اونا می اومد متاثر بودن از آثار افکار اندیشه های زو، ولی وابستگی نداشتن، این وابستگی مستقیمی که به اونا کدام وابستگی داشته باشن. این نام ها را کمونیست ها گذاشتن به نام اشرار و به نام مرتجی و به نام ارتجا و به نام ارتجا سیاه و به نام اخوانی. این نام هاییست که از طرف چیز به نام اخوان المسلمین هم نمیگفتن، حتی به نام اخوان و شیاطین میگفتن، از طرف کمونیست ها این نام ها گذاشته شده بود. همونطوره که در مورد چپی ها این نام ها وجود داره، مثلا شوله ها که ما میگیم یک سازمان بود که تا از اندیشه های ماوسیتونگ یعنی چیز میکرد، پیرایی میکرد، اینا خودش نه خودشان هیچ وقت خود شعله‌ای نمیگفتن و نامشان هم شعله‌ای نبود، یک نشریه داشتن به نام شعله جاوید. آیی به اون نام باز بالاخره هم کسایی که عریفایشان بودن یا دشمنایشان بودن این نام سرشان گذاشتن به نام شعله‌ای، شعله‌ای ها مشهور شدن. اصل نامشان حزب دموکراتیک نوین بود، حزبی که به وجود، یا مثلا ستمی ها که میگن ستمی ها طایر بدخشی که بود بنیانگذارش، اصل نامش سازمان زحمتکشان افغانستان بود به نام سازا که از حزب دموکراتیک خلق جدا شد و طایر بدخشی میبخشین از بنیانگذارای حزب دموکراتیک خلق بود، پس آن جدا شد. باز این نام کسای دیگه گذاشتن سرشان و نهضت هم به این شکل بود، نامی که به نام اخوانی گذاشته شده از طرف حریفاش بود، از طرف دشمناش بود، از طرف مخالفین نهضت اسلامی بود. گفته میشه که پوهان غلام محمد نیازی و استاد عبدالرب رسول سیاف اینا امرای اخوان بیعت داشتن و به حساب بنمایندگی از اخوان در افغانستان کار را آغاز کردن، در این رابطه چیزی؟ یک موضوع دیگه هم که من فراموش کردم خدمت شما عرض کنم که همزمان با این که نهضت اسلامی جوانان مسلمان شکل گرفت، تعداد افراد دیگه هم بودن که حرکت های را شروع کردن، مثلا از این جمله چیز یک جمعیتی بود به نام جمعیت علمای محمدیه که در او جناب مرحوم سبقت الله مجددی نقش داشت. این همزمان تقریبا اگرچه مبارزات سبقت الله مجددی به سالهای به دهه 30 برمیگرده، ولی به شکل سازمان یافته اینا یک جمعیت را، یک سازمان را، یک حزب، یک گروه را به وجود آوردن به نام جمعیت علمای محمدیه و همین رقم جمعیت خدام الفرقان بود که در او مولوی منصور چیز نقش داشت، هارون مجددی نقش داشت و اسماعیل مجددی پسر ابراهیم مجددی که معروف و حضرت صاحب خلیج جواد بود در دوران ترکی شهید شد، اینا نقش داشت. اینا متأثر از اندیشه های اخوان بودن، یعنی به شمول حضرت صاحب سبقت الله مجددی اینا تحصیل پذیری داشتن از اخوان مسلمین، چون در از هر درس خوانده بودن، در مصر تحصیل کرده بودن. همینطور استاد سیاف، استاد ربانی، استاد غلام محمد نیازی، خواهی نخواهی تأثیرات از اینا را آدم نمیتونه انکار کنه که اینا اخوان المسلمین مثل سر اینا تأثیر نداشت، تأثیرات داشت، اما اینطور به صورت چیز نبود، سازمانیافته نبود، به شکل ارگانیک نبود که در مثلا کسی از اخوان المسلمین مصر آمده باشه در اینجا امرای زینا کار کنه یا به یا کدام دستور بده یا مشوره بده که شما یک سازمان را یک گروهی را یا اینا رو معذف بسازه که شما برن در این کار را بکن، به این شکل نبوده. بسیار خوب استاد، دیدگاه نظام شاهی در مورد نهضت چی بود وقتی که فعالیت ها و کارهای اینا را می دیدن و
متاسفانه تا جایی که من یاد دارم دیدگاه نظام سلطنتی در برای نهضت بسیار دیدگاه منفی بود. کمونیست ها بسیار فعالیت های آزادانه می کردن غیر مستقیم از طرف رژیم و افرادی که در رژیم سلطنتی بودن، نفوذ داشتن، صاحب نفوذ بودن، از طرف از اینا پشتیبانی می شدن، حمایت می شدن، تقویت می شدن. اما مسلمان ها همیشه سرکوب می شدن، هم توسط اموال رژیم شاهی. مثلا از این جمله من براتون گفتم، می تانم که یک حرکت صورت گرفت در سال 1349، نشریه پرچم در یک از شمارهای خود که نشریه حزب دموکراتیک خلق بود، از یک جناش، از جنای پرچمش یک شعری را از بارق شفیع نشر کرد که در او شعر به لینین درود فرستاده شده بود، درود گفته شده بود. به این مسلمان ها اعتراض کردن، بعد جمع علما از اعتراض گسترده شد، از علما از اطراف آمدن در مسجد پرخشتی تحسن کردن. اول مسالمت آمیز بود، رفتن در شورا پیشنهادات خود دادن که باید جلوی فعالیت های کمونیست ها گرفته شد. حتی از جمع مسلمان ها کسی به نام هاشم مجددی بود، جمعی از علما را جمع کرد، رفتن با سردار ولی داماد شاه صحبت کردن که باید جلوی فعالیت های کمونیستی در افغانستان سد شد. برعکس عوضی که پیشنهادات از اینا پذیرفته شود، رژیم سلطنتی با اینا بسیار برخورد شدید، برخورد خرامیز کرد. از طرف شب اسناد موجود است که به قومنده سردار ولی داماد شاه دستور داده شد که علما را باید جنبش را سرکوب کنه و اینا را از مسجد پرخشتی بکشه. پلیس هم وقت، قوای امنیتی وقت و مسجد پلخشتی شبانگام عمله کردن، علما را از مسجد کشیدن. حتی میگن پرچم هایی که داشتن، شعارهایی که داشتن که دو کلمه شریف بود یا آیات شریف بود، اینا را گرفتن زیر پای خود انداختن، در دادن و هر کسی را که از هر ولایتی که آمده بود یا را به مو ولایت سوق دادن. از اعضای نهضت در وقت چیز مولوی صاحب رحمان شهید دو بسیار نقش داشت، او زخمی شد در مجریان از مدرگیری ها. برخورد رژیم سلطنتی با نهضت اسلامی متاسفانه برخورد بسیار خرامیز بود، برخورد خشن بود، برخورد خصمانه بود. و گذشته از این، موضوع دیگه هم هست که او را انجینر حکمتیار ذکر کرده، گفت از قبل یکی از ارکان، یکی از مامورین ارشد رژیم سلطنتی، او میگه که ما یک روز در موتر سوار بودیم با شاه، میرفتیم به طرف پغمان، در شهر کابل تظاهرات بود، در یک طرف بیرقهای سبز بود، در یک طرف بیرقهای سرخ. امو مامور ارشد میگه ما با شاه گفتم که چیز است، این بیرقهای سرخ خطرناک است. میگه شاه به ما گفت نه، این بیرقهای سرخ خطرناک نیست، بیرقهای سبز بسیار خطرناک. خطر از نایی از یا چیز است. و گذشته از خود مرا، یک من در اروپا بودم، یک وقت کسی بود استاد فاکولته اقتصاد بود به نام عطا محمد نورزی، یک وقت والی پروان بود، نمیدانم مار زنده است یا وفات کرده، یادش بخیر اگر زنده است، اگر وفات کرده خدا رحمتش کنه، پوهان بود، پوهان فاکولته اقتصاد بود، استاد بود، والی پروان بود مدت زیاد. او به من خودش قصه کرد، گفت که من همی دکتری خود گرفته بودم از آلمان در رشته اقتصاد، و او وقت یک رسم بود که هر کسی که تحصیلات عالیه میکرد باز به حضور شاه باریاب میشد، دکترا میگرفت، پی‌اچ‌دی میگرفت، پایین تر نه البته، لیسانس و ماستری نه، فقط دکترا. میگه در او جمله من هم رفتم، گفت من بسیار آمادگی گرفته بودم راجع به مسائل اقتصادی که وقتی که پیش شاه میرم شاید پرسان کنه که وضع اقتصاد مملکت چطور است یا چه خواندی یا سوال اقتصادی اینا. و ما که رفتم شیشتم به شاه موجه چای آوردن و بعد از گپای مقدماتی گفت، یک دفعه شاه به ما گفت هیچ کدام پرسش اقتصادی از من نکرد، کدام سوال اقتصادی نکرد، گفت که
چی گپ از دهی بیرونی تظاهرات چی گپ است که تظاهرات بود تظاهرات زیاد بود همی هم مسلمان ها تظاهرات میکنن هم کمونیست در شهر کابل البته در ولایت هم بود ولی بیشتر در شهر کابل این حدود سالهای پینجا و اواخر اوائل پینجا و اواخر دهی چل نمی سال میگه شما ما گفتم که والا جناب اعلی حضرت مخو از خارج آمده مدامی جریانات نیستم نمیفهمم که چی هست چی میخواین گفت شاه هیچ بدون کدام مقدمه پیشی ما پدنوس چای بود گفت بسیار به عصبانیت گفت اگر ما احساس کنم که قدرت به دست مسلمان ها میفته گفت اگر قدرت نبی باشه من همین قدرت پدنوس چای گرفت گفت ایره من به کمونیست ها تقدیم میکنم یعنی این آدم به من خودش این آدمی بود که آدم مسلمان بود متحد بود ولی در نظر اسلامی نبود در جمع مسلمان ها نبود آدم غربگرام نبود خب گرایش غربی داشت خودش به من قصه کرد گفتین من به چشم خود به عینیت دیدم برای من گفت بسیار تعجب آور بود که من یک آدم معتقد بودم مسلمان بودم و این پادشاهی کشور ما چطوری هم چه حرفی میزنه نه اومد تاثیر کرده بود شکر استاد وقت برنامه ما پایان رسیده ان شاء الله بحث های بعدی را باز در برنامه های دیگه ان شاء الله دنبال خواهد کردیم سلامت باشه بیننده های نهایت محترم و گرامی وقتی برنامه ما پایان رسیده تا برنامه آینده که انشاءالله باز هم در خدمت شما می باشیم همه شما را به الله یکتا می سپاریم الله حافظ و نصرتان